یگانه کسایی که واقعا آدم میاره باید در حالت که باشه ببینه و اینا بزرگای ما هستن، پدرها و مادرها و کاکاها و عزیزای دیگه هستن که حق دارن که ما در صورت بر ازیاب برسیم. و طبعا حتما این کار شده آل گذشتی است و در غیر از دو همی جمع شدن فامیلا یا کار بسیار نیک است. خب میرسیم سر ازی که از رمضان گذشتیم داخل عید شدیم، بعد از این چی گپای دیگه است؟ البته شما میفهمین که حتما دکتر صاحب برکت الله دانشور که پیش از ما برنامه داشتن و ایشان واقعا عالم هستن و پروگرامشان بسیار پرمحتواست و همیشه چیزایی که صحبت میکنن ما همیشه میاموزیم. حتما درباره 6 روز روزه شوال صحبت کردن که ما دا داخلش هستیم و این روزه باید گرفته شوه و این پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما تاکید کرده که 6 روزه در جریان از ایما فرق نمیکنه که در جریان عرفته که در روزش میگیرین یا در مابینش یا در آخر، پیش از اینکه ماه شوال تمام شوه باید 6 روز گرفته شوه و این بسیار زیاد اجر و پاداشش بسیار زیاد است. و مثل از اینکه شما با رمضان، چون در روز رمضان اگه شما 30 روز ایر حساب کنین، 30 روز رمضان جمع حسنات شما ضرب ده کنین، ای 300 روز میشه. 300 روز و 6 روز دیگر هم اگر شما بهش اضافه کنین ضرب ده کنین میشه 60. تقریبا در حدود 1 سال روزه را فقط شما داشته بوده باشین و ای ماه شوال هم کمبود 60 روز 60 چند روزشان پوره میکنه ان شاء الله تعالی. طبعا در جریان سال روزای نفلی هم میگیرین، روزای مابین امام میگیرین، روزایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله گرفته، در خود ماه محرم روزه گرفته میشه و در این روزای خود ماه شعبان روزایی است که بسنجین کل سال در حقیقت شما از ثواب از برخوردار میشین. از این خاطر یکی او مهم است که فراموش نکنیم و ما خودم این را به خاطر خود میارم که فراموشم نشه. ان شاء الله تعالی از این روز شما هر روزی که باشه گرفته میتونین روزه را. موضوع دیگه که است که ما از عید بر آمدیم، از رمضان بر آمدیم، با خود چی برمغان آوردیم؟ آیا این رمضانی که گذشت آیا ما امو انسان ها و امو مسلمان هستیم که پیش از رمضان بودیم، یا الحمدلله در شرایط ما و در اخلاق ما، در طرز برخورد ما، در حوصله ما، در اشتهای ما، در کل چیز کدام تغییر آمد؟ و اگه تغییر نامده جای تعصب ده ایست که ما خدا نخواسته نتانستیم که از رمضان قسمی که لازم است رمضان تجلیل کنیم و روزه را قسمی که لازم است گرفته باشیم. چون دهی چندین مسئله است مثل که صحبت ها زیاد شده. اول باید ما این رمضان که گذشت تقوای ما شما زیاد شده باشه، تقوای ما در رمضان زیاد شده باشه، یعنی نزدیکی ما، ترس ما یا مو عیبت خداوند هر حالت کرده ما باشه و دوستی و محبت ما کرده خداوند زیادتر شده باشه از همیشه. از این خاطر این مهم است که این باید از این خاطر موضوع دیگه که هست که براتون صحبت میکردم ایست که در جریان رمضان ما تانستیم که با اشتیاهای خود کار کنیم، با نفس خود و حساب کنترل کنیم. امیدوار هستیم که همچنان قلبای خود باید پاک کرده باشیم در رمضان. وقتی که ما برآمدیم مخصوصا با عید رمضان باید قلبای ما شما بسیار شفاف باشه از تمام مشکلاتی که در گذشته داشته. و در غیر از او ما شما رمضان یا از روزه چیز مفادی که باید و شاید می بود ما حاصل نکردیم. از او خاطر امیدوار هستیم که روز عید از نظر تکنیکی میگن 3 روز، اصلا روز اول روز عید بود، ما 3 روزش به حساب میگیم تجلیل میکنیم. اما با این معنا نیست که روز چهارم و پنجمش اگر ما کسای از خاطر ما به حساب مانده باشن، از قلم ما مانده باشن، اونا رو ما فراموش کنیم. ما همیشه باید در این فکر باشیم که امو ارمغان عید کده خود، امو ارمغان رمضان کده خود داشته باشیم. با روش ما، با برخورد ما، با تمام کارهایی که میکنیم ما انشاءالله در او خیر و برکت و چیره داشته باشیم که مردم برخورد بسیار خوب کنیم انشاءالله و تعالی. و این بسیار مهم گپ است. طبعا در این جریان کار دیگه هم که شد که ما متوجه بودم که مؤسسات خیریه یا مؤسسات خیریه و یا به صورت انفرادی بسیار مردم توانستن که مردم بی پناه و بیچاره ما را به حساب کمک کنن، صدقات خود، خیرات خود و همچنان فدی روزه خود و ایرا بفرستن، مخصوصا به مملکت ما افغانستان که غریبی و حساب به حوجش
فقر و بیچارگی به اوجش رسیده و این مردم ما در این ماه رمضان به این روزای دراز اکثرشان. و ما دیدم که ابتکارات بسیار مختلف صورت گرفت، افطاری ها تشکیل شد، افطاری ها دادن برای مستحقین مختلف و یا کار خیر است. و ما کسایی که در این راهی اقدام کردن خداوند با ایشان باشد، خداوند حج عظیم برشان بده و زی خاطر. و خود عید یعنی بسیار مقبولی های داشت که رمضان مقبولی های داشت و عید مقبولی های خود داشت و ما واقعا احساس کردیم که الحمدلله امی که احساس ما به رمضان خوب بود به عیدم معلوم میشه که حتما کار کردیم که نتیجه شی رقم حاصل شد. دیگه خواهر برادر عزیز، با تلویزیون ایمان اتلوس کوشش کرد که در جریان ماه رمضان برنامه بر شما داشته باشه. قسمت 2 ساعت برنامه خود مخصوص بر رمضان تهیه دیده بود تلویزیون ایمان که به خانه شما آمد و طبعا کسایی که در امریکا، در غرب امریکا بودن یا با صدای آذان تلویزیون ایمان روزه خود افطار میکردن و این آذان ها دوام داشت در جریان 5 وقت نماز. و این جای بسیار شکر است و ما خداوند شکر گذار هستیم و سپاسگزاری میکنیم از الله مهربان که بر ما همی چانس داد که ما بتانیم و حساب در خدمت شما باشیم توسط تقدیم برنامه های تلویزیونی و همچنان برنامه های مختلف دیگر. و از این خاطر ما بسیار زیاد امیدوار هستیم که کسایی که برنامه را دیده باشند ما را در دعای خود شریک داشته باشند، شریک کرده باشند و ما شما را در دعای خود. مسائل روز بسیار بغرنج است و تا جایی که صحبت ها از در طرف می آیه ما می بینیم که سر افغانستان صحبت میشه و ناتو در یک جای میتینگ های خود دارن و خود افغانستان به اشکال مختلف دولتش و به اشکال مختلف صحبت های موجود است که اگه بتونن مردم بیچاره ما را از این حالت نجات بدن و این خودش در ذات خود به حساب نشان میده که دنیا متوجه است که یک کار در قسمت افغانستان شود یا ای به اساس عزیز که دنیا پلان خود در مورد افغانستان و مورد طرز دیدی که در اعمال تروریستی داشتن یا ممالک تروریستی را که ممالک تروریست ها را سپورت میکردن و تشویق میکردن ترغیب میکردن یا یارا زیر فشار گرفته یا پلان خود از یا چین شده، به هر صورت یک روند در رفتار از یا معلوم میشه و قراره که ما شنیدم خواه ناتوم شاید در شب روز تعداد عسکریش زیاد شود و خود دبیر کل قوای ناتو گفته بودند که ما تنها کافی نیست که ما بتانیم عسکرها را بر اونجا روان کنیم و کنیم تضمین از یاسر کنیم. و البته در این زمان خاصی که هست افغانستان بسیار در موقعیت اساس قرار داره و ما از خداوند آرزو داریم که خداوند افغانستان کمک کنه از دعای از این مردم بیچاره و مظلوم که این کشت و کشتار و این انتحاری یا تا به شکل بیخی از بین بره و این بدبختی از افغانستان دامنگیر شوه و مردم افغانستان بتوانند یک نفس راحت بکشند. با این گفتار میرسیم، یک بریک کوتاه میگیریم، یک وقفه کوتاه و دوباره با نشیدها و با گفتارهای دیگر انشاءالله در خدمتتان میباشیم. لطفاً با ما باشید. حلول عید سعید فطر به شما، خانواده محترم شما و کافه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفته، عید خوش و پرمیمنت را برایتان از صمیم قلب خواهانم. از بارگاه رب منان استدعا دارم تا تمام طاعات، عبادات و خودگذری های شما را مقبول گرداند
و فطرت پاکیزه رمضانی را تا رمضان بعدی دوست و قرین شما سازد. آمین یا رب العالمین. من بندگی نکردم تا بنده هم بخوانی، تو کی بدین کرامت از خود مرا برانی. بار گناه به دوشم، لا تخنطو به گوشم، عفوت نمی گذارد در دوزخم کشانی. این نامه سیاهم، این اشک صبحگاهم، من آن خیش گفتم تو کار خیش دانی. تو برتری که سوزی در آتش جهنمم، من کمترم که گویم از آتشم رهانی. پا در دو سوی گورم، دردا که از تو دورم، شاید تو از کرامت خود را به من رسانی. عفو از کرامت تاست، قهر از عدالت تاست، ام عفو از تو آید ام قهر می توانی. از بس کریم هستی با من قرار بستی، من عشق خود فشانم تو خشم خود نشانی. در این روسیاهی خواهم از تو الهی، هم من تو را بخوانم هم تو مرا بخوانی. هم من تو را بخوانم هم تو مرا تلویزیون اسلامی ایمان و بنیاد رقم با افتخار تقدیم می کنند. مجموعه گرانبها و پرارزش زندگی نامه پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توسط دانشمند و عالم فرزانه کشور دکتر عبدالستار سیرت. این اثر ارزشمند که شامل 41 پروگرام و در 8 دیویدی گنجانی داشته، در واقع یک کتابخانه بزرگ سیرت النبی صلی الله علیه و سلم به شمار می آید که شعر و وقایع آن با بیان عظمت و شخصیت بی‌نظیر پیامبر بزرگ اسلام از مصدر اصلی آن یعنی قرآن کریم و احادیث مبارک نبوی گرفته شده. تمام عواید این مجموعه گرانبها به صورت صدقه جاریه از طرف استاد عبدالستار سیرت به تلویزیون ایمان اهدا گردیده است. این بزرگترین هدیه خواهد بود برای شما و خانواده های مؤمن شما. برای دریافت این مجموعه بی‌نظیر به تلفن های 510-894-3784 و یا 510-673-14 در تماس شوید. خدمت شما بیننده‌های تلویزیون ایمان و برنامه ریفلکشن. برنامه ما را مشاهده کردین تا بال ما صحبت ما سر عید بود. عید شما باز مبارک باشه کسایی که تا بال برنامه ما را ندیدن. و ما تلویزیون کوشش میکنیم که موضوعات ارتباط داشته باشه با اوضاع روز و مسائلی که در جریان روز واقع میشه. و سلایداری که به حساب شما میبینین در اینجا که حال پلی میکنن، در اینجا تقریبا از مجموع مراسم است که در امریکا و اروپا
دایر شده ای نمازهای اید که پیشتر من براتون گفتم، شما سعی کنین که صحبتایی که دایی از چیزایی که دایی دیده میشه کلش ارتباط میگیره با عید و همین جمعیت را که جمع شدن، شما سعی کنین در استیدیومی که مردم جمع شده و هر کدام از در جای خود قصه ها داره و از او خاطر ما میخواییم که شما هم در این برنامه کدما شریک شدین. اگر صحبت دارین، اگر کدام چیز دارین کدما لطفا شریک شوین که ما این برنامه را به حساب دوام بتیم و ما منتظر سلایدا هستم که امید جان بر ما پلی میکنیش انشاءالله. و اگر ما یک چند ثانیه و خیلی مکس داریم پس باید خواهر برادر گل ای ایام هید و ایام این شور شوق که هست دوام داره، ما شما خدا به حساب امور رقم که از دید آمدیم همی خوشی و نشاط که خود داشته باشیم و این را ببریم که خود و این را ببریم و الحمدلله خدا خدا شکر کنیم خداوند بر ما شما بازم همی چیز نصیب کرد، همی افتخار و همی توفیق داد که ما بتونیم که الحمدلله دایی با چی باشیم با رقمی که لازم است پیش بریم. دیگه موضوعی که سرش صحبت میکنیم ایست که در جریان از این ما دیدیم که با حساب کسای آمدن و رفتن در داخل افغانستان، در خارج افغانستان و همچنان چیز دیگه که بسیار جالب است که من فراموشم شده که در این دیدیم که اطفال دیدیم که در هر جای بر خود با حساب مثل سابق در مساجد یا برشان جای بازی جور کردن و برشان با حساب سامانای بازی و غیره چیزها را بر اطفال و اطفال زیاد خوش بودن. اگر ما این برنامه ها را امیر رقمی که لازم است این یک دروازه نو است که باز شده که ما در خارجی را تجربه میکنیم که اید باید تنها در مساجد تجلیل نشه، در مساجد خوانده نشه نمازهای اید، باید در بیرون برن و در دمن برن به حساب در پارک برن. قراره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما میفهمید تشویق میکرد مردم ها که نمازهای اید خارج از مسجد تا جایی که امکان در خارج مسجد بخونن، برزی که اید ذات خود یک دید و بازدید است و این امکانات زیادتر مساعد میکنه بر آدم. اگر ما بتونیم میره در بیرون ادا کنیم و مشکل جای نمی باشه، مشکل از این نمی باشه که اطفال چی میکنن، در کجا میدوند، سر و صدا کم می باشه و ارزش یکی واقعا ما میتونیم اسلامیت تمثیل کنیم و در عمل ببینیم. اسلامیت امروز متاسفانه ایت شده که در داخل مساجد در هر جایی هم تعداد معدود کسایی که با مسجد تعلق دارن میرن و تقریبا اکثرشان از یک ملت و از یک مملکت می باشن. مثلا مسجد افغانی زیادترش در مردم های افغان دو میره، مسجد که عربا یا برادرای پاکستانی هستن دوا میره. از این خاطر اگه ما این کار کنیم که یک جایی این ایده ای نو حساب در یک جای در یک پارک در یک ادا کنیم، این راستی بر اولادای خود ما یک درس خوب دادیم، بر خود ثابت کنیم که مسلمان تنها اسلام تنها کارشی نیست که ما به حساب چی کنیم، تنها به مو حدود خود بسنجیم. ما باید این کد دیگرای یک جای تمثیل کنیم، از کلچرهای دیگر بیاموزیم، خود عید در ذات خود، خود رمضان، افطارا و یا کل ما شما یک کلچر و یک فرهنگ بسیار عالی اسلامی است که اگر ما بتانیم این امور خمه که لازم است بکنیم و شما سعی کنیم در جایی که ایده این تجلیل شده در خود از این پارکایی که بیسبال میکنن که در حدود 30-40 هزار نفر جای میشه و در اینجا تشکیل شده و این خودش در ذات خود یک تشکیلات سکیوریتی کار داره، امنیت کار داره و یا مردم کار کردن رفتن کده خود امو گورنمنت ایجنسی یا کسایی که در اونجا در قسمت پلیس یا در مسائل سکیوریتی انوالو است که از واسه صحبت کردن و این اجازه را گرفتن و این اجازه داده شده برای ما شما که ما از این استفاده کنیم. و یعنی الحمدلله با وجودی که بسیار تبلیغات در مورد اسلام زیاد بوده اما نوز ما تا وال سراغ ندارم که کس مانع کار ما شما شده باشه دیگه. از این خاطر خود عید یک ایام بسیار مبارک بود که گذشت، خاطرات خوش شمرای ما هست و خداوند بخواه که ما عید قربان هم شاهد باشیم به می شکل عیدی که دو ماباد می برادر خوار عزیز و محترم، ما تشکر میکنم از کسایی که در این جای در این ماه رمضان
برنامه های ما را سپانسر شدن، تلویزیون را به حساب کمک کردن و کسایی که اعلان ها و به حساب کمرشل های خود روان کردن و به این وسیله تلویزیون ایمان کمک کردن. و خدا کنه که کمک های شما دوامدار باشه و تا بتونیم برنامه های خود به شکل بهتر و خوبتر دوام بدیم و با شما یک جای داخل خیر خود بسازیم. و در این زمان کسایی که با ما تماس گرفتن که از دیگه جای دنیا، از استرالیا، از کانادا و کمک های کردن برای مسائل خیریه افغانستان و مسائل کمکی که برای مسجد گفتم، و بازم قلبم از شما تشکر میکنم و از خواهر محترم ما آلیا جان که به حساب در آزاد خیل که در استرالیا تشریف دارن و اونا با ما صحبت کردن و کمک خود انشاءالله تعالی بر ما میرسانن که تا مسجد انشاءالله به خیر و خوبی آباد شود. و بر ما گفته بودن بعد از عید انشاءالله تعالی انتظار از رو داریم، خداوند خیر شما را نصیب کنه. و در این زمان یک کلیپی که گفتم به خیلم امید جان نتونست موفق شه او را دانلود کنه یا کرد، خود را بر ما میرسانه. و همچنان یک مسیح دیگه است به نام مسیح AFDO یا مسیح پیام، یک پیام داشتن یا به نام مسیح انکشافی فامیلای افغان در امریکا. و اینا واقعا یک ابتکار بسیار جالب کردن که ما کمرشلش امیال از امید جان خواهش میکنیم اگه کمرشلش پلی کنن داخل برنامه با سرش صحبت میکنیم. و اینا میخواستن که اعلان به این قرار است که هموطنان عزیز و عالی قدر، با توجه به مشکلات روزافزون و وضعیت امید جان ما اشاره دادن که امو سلاید شو حاضر است و ما منتظر هستم که سلاید شو بیاید بخیر سرش صحبت میکنیم. برای که فاصله داره با مجرد که سلاید شو آمد ما برنامه را باز دوباره سویچ میکنیم سر صحبت میکنیم. و این پیام است که با توجه به مشکلات روزافزون و وضع مصیبت بار هموطنان آواره و مهاجر ما در نقاط مختلف کشور که در مملکت خود به شکل مهاجر و بدون سرنوشت حیات به بسر میبرند، مسیح انکشافی فامیلای افغان یا AFDO در نظر دارد تا در حدود 100 منزل و یا سرپناه برای مستحقین این فاجعه اعمار نماید. این فاجعه همی فاجعه است که سیل بعد از این جنگا و بعد از این جنگای تمیلی که سر مردم افغانستان شد و کلگی پناه بردن به ایران و پاکستان و غیره، و حتی کسایی که سرشان در قندوز و دیگه جای این حالت آمد که چقدر مردم از قندوز گریختن یا کلشان به سرپناه ماندن، اکثر از یا در کابل آمدن یا در ایراد ماندن بعض جای دیگه و واقعا توانایی زیر ندارن که بر خود سرپناه داشته باشن. از این خاطر از شما وطنان با درد و سخاوتمند صمیمانه تقاضا می‌برد که در این ماه پر از برکت و فویزات رمضان، البته اعلان در وقت رمضان جور شده بود، اگر کدام قطع زمین مسکونی را خود صاحب هستید یا کسی را سراغ دارید که به صورت رایگان و وقف آن را در اختیار به صورت قانونی و شرعی به صورت وقف در اختیار این مؤسسه میگذاره و که یا به یاری و توفیق خداوند بتونن این پروژه را به هدف عالیش انشاءالله برسانن و حداقل چند فامیل را یا بتونن از حالت رقتبار نجات بدن. و در یام دو تلفن است که شما میتونین در تماس شوین. یکی تلفن معلومات 760 805-96-73. طبعاً این کمرشل اعلان و پیام در جریان پروگرام های تلویزیون ایمان می آید و از او خاطر نمبر دیگهش 510-673-4010. انشاءالله دیره در باریش میگن چشم امید این آوارگان به سخاوتمندی و همدردی شما عزیزان در این امر خیر در انتظار است. و مال شما می بینین که عید مبارک سلایدهای ما تقریبا می آید و در این سلایدا شما مشاهده میکنین که واقعا کفتر آزادی و این دیانه آزادی از آزادی به این مانا که ما تانستیم که با شیطان بجنگیم، با نفس خود به حساب سر نفس خود حاکم شیم انشاءالله و تعالی و کبوتر روح ما شما آزادانه پرواز کنه با وزن کم. و این خود عید مبارکی ماست که انشاءالله و تعالی خداوند شما را ایدای دیگرم شما شاید باشین، خوشی هایتان زیاد باشه و
فکر میکنم کدام مشکل است در خدمت اسلاید شو یا هر چیزی که است. به هر صورت ما امیدوار هستم که امید جان اگه او را پلی کرده نمیتونن یا بسیار سرش صحبت کردیم ازش میتونیم که اون کلپ کمرشل ایف دیو را به حساب پرتیم و باز اگه داخل برنامه شد اسلاید شو را پرتیم، اگه نشد فرق نمیکنه دیگه. ما عکس های دیگه هم روان کرده بودم که باید پلی شود. مشکلات تکنیکی هست انشاءالله. به هر صورت چون ما در فاصله قرار دادیم مسائل تکنیکی است و روز به روز بهتر میشیم. و این برنامه ما را فقط قبول کنین به این که ما بر شما عید مبارکی دادم و چرت صحبت درباره عید و رمضان کردم. انشاءالله داینده برنامه ما زی که بهتر و خوبتر سر موضوعات مختلف تماس میگیریم و خود به خود خود سلایت شو میگن پلی میکنم. منتها متاسفانه البته ما دیده نمیتونم. خب شما اگر میبینین صحبت های مرا میشنوین در او من ایفم شما سلایده ببینین عکس های مختلف هست. عکس های یکی از عکس هاییست که یک پقان فروش نشان میده که در افغانستان اینا علا به حساب این پلی میشه کم کم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدین خوارگل. بله ما در سان فرانسیسکو هستیم خوارگل. خوش آمدین به برنامه انعکاس. بله ماشاءالله الحمدلله. خوارگل شما اسمتان ببخشید که من یادداشت کنم اینجا. ما براتون زنگ بزنم پس آن در باره زی صحبت کنیم. برای شما بس ما براتون پس زنگ میزنم و ایر سرش صحبت میکنیم. خوارگل یک عالم تشکر. قرار که شما میبینین این خوار ما امیلانه که ما کردیم این خوار ما حاضر است که یک جریب زمینه به حساب در بغلان در والی بغلان در اختیار از اینجا پرته. ماشاءالله ای بسیار زیاد کار نیک است. خداوند شما را اجر جزیل بده و اجر دنیا و آخرت نصیبتان شما خوارگل. من انشاءالله نمبرتان دارم پس که شما در تماس میشم. صحیح است؟ بله 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 من انشاءالله نمبرتان دارم دوباره که شما پس در تماس میشم درباره از این زمینی که شما وعده کردین صحبت میکنیم. درست است؟ یا یک عالم تشکر. آه قربان خداحافظ شما باشد. با امان خدا. سلام. خب شما عید برنامهش تماشا میکنین ببینین که در اینجا تیاری که بر عید بود طفلا را دیدین لباس های جدید. اما اگرچه عید گذشته اما خاطرات شک وقت فراموش ما نمیشه و ببینین که مثال به چقدر شکوه و جلال عید برگزار شده و با وجودی که افغانستان هم که مشکلات خب افغانستان خب مشکلات خود داره. در امریکا ما شما مشکلات دیدیم تهدیدها را دیدیم اما سعی کنین که ای سلایدار که میبینین کلش از مقبولی هید و واقعا ما شما خوشبخت هستیم که مسلمان هستیم الحمدلله و تا جایی که بتانیم ما از این چوکات افغانیت خود در قسمت اسلام خارج شه ایمانه عزیز که افغان خودم باشیم الحمدلله. اما اسلامیت در چوکات افغانیت داخل نکنیم برزی که اسلام کل چیز در بر میگیره و ای کسایی که اینجا جمع شدن اینجا شما سعی میکنین که مردمی که به طرف استادیوم نیویورک میرن ببینین استادیوم که با شاید شما یک ثانیه بیشتر دیده باشین یا که چقدر نفر در این واقعا اشتراک کردن این نشان میده از عظمت اسلام این خوار و برادر. و ما هیچ وقت خود نعیف و ضعیف احساس نکنیم. خداوند با شما با ماست. او طفل ببینین که 6 ماه است اولین عید خود تجربه میکرد و این نمازا را ببینین برادرای ما خوارای ما را واقعا یعنی آدم احساس میکنه که ما این دین واقعا دین خداوند است. این دین است که خود خداوند ایرا وعده کرده که ایرا محافظت میکنه و قراری که ما میبینیم در این شرایط سخت مردم عید خدا کردن نمازهای خدا خواندن دیگه. خداوند ما شما را توفیق بده که بتانیم مسلمان خوب باشیم انسان خوب باشیم و افغان باشیم واقعا که امو ارزشای افغانی را که ما سرش صحبت میکنیم داشته باشیم. اما امروز متاسفانه ما شما میبینیم که افغانیت و اسلامیت کلش به یک شکل دیگه تمثیل میشه و کسایی که میخواین افغانیت اسلامیت تمثیل کنن اصلا بهره از اون ندارن.
دیگه وظیفه ما شما کسایی که خارج از افغانستان هستیم و من فکر میکنم سوایچه ما تکمان شد و شما دیدین او اکسای جالب و وظیفه ما شما کسایی که در خارج از افغانستان قرار داریم وظیفه ما است که ما هیچ وقت وطن خدا هیچ وقت دین خدا و مرزش های والایی که ما شما داریم این فراموش نکنیم و پدرها و مادرها ایست که به اولادای خودی را بیاموزانند و تجلیل کنند ایده و به این کارهای وارد داخل بسازن که اینا حداقل وقتی که نسل آینده می آید یا بتانن که امی مشعل یا امیر به حساب امی مشعل و امی بیرق اسلام یا بیرق افغانیت اصلی را با خود داشته باشند و زبان خود به حساب هیچ وقت فراموش نکنند. بزرگای خدا به حساب امروز کلانترین مشکلی که هست که امروز احترام یا کلش از بین رفته و ای خودش در ذات خود یک کلانتری ضربه است که ما شما میخوریم که جوانای ما شما و این چیزا باید بفهمن که کلانای احترام شون امی هیت بر زمین است که بر جوانا ما شما به حساب بفهمانیم و با بزرگای خود احترام قائل شیم، محبت دوستی را رواج بدیم در بین خود و تا که بتانیم حداقل باعث مسلمان امو چیزی که لازم است ما رو تمثیل کرده بتونیم. حالا میرسیم امو کلیپ آخر، اگر امید جان برای ما نمایش بده کلیپ آخر امی مسئله افدیوز که خوار ما پیام مصر این شکی فامیل های افغان در بغلان هم وطنان عزیز مسئله افدیو با توجه به مشکلات روزافزون و وضعیت مصیبت بار و ما این کار از یار ستایش میکنیم و برشان دعا میکنیم و امیدوار هستیم که این کار کینا کردن به ابتکار مسیح انکشافی فامیل های افغان بتانه دیگه برا این مسیج و پیام ما رو با دیگه برادرها و خوارای ما برسانه که در هرات ما زدیدن شدیدن ضرورت داریم، در اطراف کابل، در هرات بسیار مردم های به حساب سرازیر شدن، ریفیجا یا مهاجرین که از ایران رانده شدن و یا باور کنید در دشتا به شکل بسیار زیاد رقبار شما اکسایشان میبینید یا در این حالت قرار دارن و ما اگه بتانیم در این را کمک کنیم باور کنین کلانترین لطف و مرحمت در قسمت مردم خود کردیم و اونا سر ما حق دارن، ما سر از وام منت نمیگذاریم، ما شما که زندگی مرفع و آرام خداوند بر ما در اینجا نصیب کرده اونا حق دارن که ما کار از برزا کنیم، اونا ما به حساب بر رنج و زحمت و باش خون شهدا همی امتیاز بر ما حاصل شده که ما بین شما اینا اعلان اف دی او رو میبینن ما خاموش میشم که اعلان 673-40-10 در تماس شوید. آوارگان محتاج با سخاوتمندی و همدردی شما عزیزان در این امر خیر فکر میکنم داخل اعلان رسیدیم و قراره که پیام بسیار واضح بود، امیدوار هستیم که با این مسئله شما کمک کنین. 100 خانه، خانه که ما میگیم البته خانه بسیار مجلل یا نمی باشه، یک سرپناه می باشه که اینا در اونجا بتانن حداقل با فامیلای خود زندگی کنن و تلوس کوشش میشه. از این خاطر میرسیم به آخر برنامه و من شما قلبا تشکر میکنم که حوصله مندی کردین و این برنامه را یک جای با ما بودین، کسایی که دیدن این برنامه را و خداوند شما را خیر بده و انشاءالله تعالی کمک کار نشانه از مسئله تیوی ما چی بود برزی که یک مکس است، من نفهمیدم چی وقت سلاید چو تمام شده و بر صورت برنامه خودمانی بود، ما رسمی نخواستیم باشیم بسیار زیاد کرده شما دیگه. انشاءالله و تعالی میرسیم با آخر برنامه خود و امیدوار هستیم که شما روزای بعد از رمضان با خوبی تیر کنین و با فامیلایتان صحت سلامت باشین و هیچ وقت فراموش وطن خود
انشاءالله تعالی مردم خود ما شما فراموش نکنیم، امی رقم که اخوار گرامی ما به حساب حاضر شدن. دیگه شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم و میرسیم با آخر برنامه خود. خداوند یار و مددگارتان باشه تا برنامه آینده که انشاءالله یک برنامه جالب خواهد بود و ما میمان دارم که انشاءالله با برنامه دیگه که ما یک جای می باشه انشاءالله باز دوباره با شما می باشیم. صحت و سلامت باشین، خوش و شادکام. سلام علیکم و رحمت الله. تأسیس و راه اندازی شبکه های تلویزیونی و یا رادیویی با کمترین هزینه و قابل دریافت در سراسر دنیا، خدمات پیشرفته و مشاوره در امور رادیو و تلویزیون، اپلیکیشن موبایل، روکو، گوگل پلی و راه اندازی وبسایت های حرفه‌ای، همه و همه در شرکت اسمارتر برادکست. تلفن تماس به زبان فارسی 949-444-5935، 949-444-5935. Smarter Broadcast. Approximately 300,000 Muslims live in the Northern Virginia and DC metro area. The American Muslim community is made up of individuals from a wide range of ethnic, cultural, and professional backgrounds. However, a modern Islamic compliant funeral chapel does not exist in the area to serve the unique spiritual and personal needs of grieving families faced with the sudden passing of loved ones. Mustafa Center, with the grace of Allah and your support and donation, would like to build the first Islamic funeral chapel in the DMV area, located at 6839 Braddock Road in Annandale, Virginia. In order to create a more welcoming environment for all American Muslims, one that's sensitive to specific cultural and religious needs, the active involvement of the diverse Muslim American communities will always be encouraged to ensure more inclusive practices. Please donate to benefit from this continuous reward and be a part of such a worthy cause. Dedicated community members have accomplished much, including collecting $750,000 in donations used for purchasing the land, design, and development. But we still need to raise an additional $1.5 million for construction of the actual facility. As we all wish to live a dignified life in this world, let's prepare for a dignified death in our final journey towards our Lord, Allah, the Almighty. Tax-deductible donations can be made at www.mustafachapel.com. خوشی پرودکشن در منطقه بیریا و ساکرامنتو کالیفرنیا محافل خوشی خرد و بزرگ شما را با تخفیف ویژه و نازلترین قیمت ثبت و در ظرف کمتر از 10 روز دیویدی ها را در خدمت شما قرار می دهد. خوشی پرودکشن در خوشی های شما می افزاید. برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید. شماره تماس 510-314-3854 510-314-3854. سبحانك يا من